وبلاگ نویسی رو از سال 82 شروع کردم. اوایلش که شروع کردم روزمره می نوشتم، خاطرات روزانه می نوشتم. بعدش که وارد دانشگاه شدم، مثل همه دانشجوهای دیگه جو سیاسی که تو دانشگاه وجود داره سیاسی نویسی رو شروع کردم. بعد از اون دیدگاه هم تغییر کرد و به سمت فناوری اطلاعات و تکنولوژی نوشتن رسیدم تا پایان دوران دانشجویی، که بعد از اون از ایران خارج شدم و برای ادامه تحصیل اومدم لندن. از موقعی که اومدم از ایران بیرون، حوادث خیلی مهمی تو ایران اتفاق افتاد. بعد از انتخابات خیلی اتفاق افتاد، ولی چون من از ایران بیرون بودم اتوماتیک از جو خارج بودم و مثلا خیلی اتفاقای مهمی که میافتاد هیچ تأثیری تو واقعیتش هیچ تأثیری در حال من نداشت. فقط من میتونستم تنها کاری کنم خبر بخونم و بعد بگم آره این بده این خوبه، ولی اونجوری نبود که مثلا مثل خیلی از وبلاگ نویسایی که داخل ایران هستن با شور و شوق بنویسم. به همین دلیل هم بیشتر ترجیح دادم سکوت کنم در این مورد. ولی بعد از این مدتی که اینجا هستم، الان 9 ماه فکر کنم اینجا هستم، تو این 9 ماه به این نتیجه رسیدم که وقتی از ایران خارج میشی، اگه وبلاگ نویس باشی، با ایران رابطه داری، یعنی با کسایی که تو ایران هستن هنوز رابطه داری، ولی دیگه نمیتونی مثل قدیم که تو ایران بودی مطلب بنویسی و یا هر سوژه‌ای رو گیر میاری شروع کنی بنویسن. فضای وبلاگ نویسی که اینجا وجود داره با ایران خیلی تفاوت داره، یعنی اینکه انگار از یک جای پر هیاهو میای توی اتاق ساکت. هر چی تو ایران وبلاگ نویسی داغ و همه رو جلب توجه میکنه، همه توجهشون بهش جلب میشه، اینجا اونقدر نیستش. برعکس همه چیزی که فکر میکنن غربی ها همه علاقه به تکنولوژی اونقدر دارن، ولی تجربه من نشون داده که ایرانی ها خیلی علاقه شون بیشتر به وبلاگ و وبلاگ نویسی و تا غربی ها. بعضی موقع ها همسرم همیشه دستم عصبانی میشه، یعنی میگه که زندگی تو تنها اینترنت و لپتاپته، ولی خب دیگه یه چیزیه که نمیشه فراموشش کرد. وبلاگ وقتی مثل اعتیاده، ولی فکر کنم از نوع خوبش باشه، وقتی واردش شید دیگه نمیتونی ترکش کنی، تا آخر عمر باهاته.